از دیرباز شنبه ها روی کانال یوتیوب هما سرشار. بینندگان عزیز، شب همگی شما بخیر. من هما سرشار هستم و امشب در غیبت همکارم آقای پرویز غریب‌افشار در خدمت شما هستم و برای برنامه امشب مهمان بسیار عزیزی داریم که همه شما با نامشون آشنا هستین و با کارهاشون و با صداشون تصویرشون را هم گاه گاه دیدین. خانم دکتر نهضت فرنودی که روانشناسی هستند که برای بسیاری از بینندگان و دوستان لس آنجلسی چهره آشنایی هستند و دوستی که به حرف‌ها و به صحبت‌های ما گوش میدن و ما هم سخنان و توصیه‌ها، نصیحت‌ها و بیاناتشون رو همیشه با گوش جان میشنویم. خیلی خوش اومدید خانم دکتر فرنودی. من به خوبی به خاطر دارم اولین باری که من و شما همدیگر رو ملاقات کردیم در لس آنجلس در یک کنفرانس بود، شما کنفرانس زنان بود، سخنرانی داشتید اینجا، من شنونده اون کنفرانس بودم و بسیار لذت بردم از صحبتاتون و بعد جلسه بعدی که شما رو دیدم اومدم خدمتون در سان دیگو پس از اینکه چند بار با هم تلفنی صحبت کردیم و روز بسیار خوش و پرخاطره‌ای رو اونجا داشتیم، با هم دیگه صحبت کردیم و یک برنامه رادیویی اونجا پایه‌ریزی شد در اون ملاقاتی که با هم داشتیم که به عنوان نگاهی به درون از برنامه رادیو امید پخش شد و مورد توجه خیلی زیاد شنوندگان رادیو قرار گرفت و از اون پس خانم دکتر نهضت فرنودی، روانپزشک دوست داشتنی و محبوب لس آنجلسی ها شد. لطف دارید. امشب خواهش کردیم از شما که تشریف بیارین در این برنامه که با دوستان در مورد برنامه تازه‌ای که و پروژه و طرح تازه‌ای که مدت هاست در موردش کار میکنید و من از همون روز اولی که دوست داشتید که این کار اجرا بکنید با شما در موردش صحبت کردم و مشتاقانه انتظار اینو داشتم که به پایان برسه صحبت بکنیم. نواری که به صورت یک آلبوم و به عنوان به صورت یک نوار آموزشی برای دوستان تهیه کردیم به عنوان الفبای بهداشت روان کودک. اگر که دوست دارین چند کلمه‌ای به عنوان اینکه چطور شد که به فکر تهیه این نوار افتادین صحبت بکنین و بعد من از شما سوالاتی دارم در این زمینه. استدعا میکنم، همطور که خودتون اشاره کردین به دنبال همون ملاقاتی که در دلمار داشتیم، اون روز خوب آفتابی در دلمار سان دیگو، این ایده تهیه نوارهای آموزشی برای والدین ایرانی به زبان فارسی مطرح شد و حقیقتاً من 3-4 سالی این فکر طول کشید تا به مرحله اجرا در اومد. به طور کلی خیلی خوشحال هستم که این نوارها تهیه شده. با تمام تعویقی که در کار بود ولی فکر میکنم چیزی شده که من خیلی دوست دارم، به خصوص که مؤسسه ما، یعنی مؤسسه روانبه، اون رو به صورت یک به اصطلاح مجموعه یا به صورت یک واحد آموزشی در آورد و اون شش نوار رو همراه کرد با یک سمینار نیمروزه‌ای که کسانی که نوارها رو تهیه میکنن به طور رایگان در اون سمینار نیمروزه هم که من و سایر متخصصین روانبه اداره خواهند کرد، شرکت خواهند کرد. فلسفه کار این هست که اگر عمر تخصصی هر کسی رو 30 سال فرض کنیم، من که نیمه اول رو پشت سر گذاشتم خیلی خوب به این نتیجه رسیدم که برنامه‌های پیشگیری در امر بهداشت روانی به مراتب وسیع‌تر و موفق‌تر از برنامه‌های درمانی خواهد بود. درسته. و از این نظر اولین گام در راه روانشناسی پیشگیری آموزش والدین یا مادر پدرهای آینده هست برای اینکه چگونه از اولین روز تولد با کودکانشون برخورد کنن که رشد عاطفی روانی این موجودات که در بقیه مسیر زندگی نوع ارتباط، میزان شادمانی، میزان به اصطلاح آرامششون رو با خودشون و اطرافیانشون رقم خواهد زد درست صورت بگیره.
ما برای هر کاری به متخصص اعتقاد داریم و مراجعه میکنیم. برای آموزش مسائل معمولی به متخصصان و مربیان مراجعه میکنیم. ولی وقتی مسئله رشد عاطفی روانی کودک انسان مطرح میشه، ما فکر میکنیم که فقط باید به غریزه و به طبیعت و سنت و عادت نسل به نسل اتکا کنیم، در حالی که اینطور نیست، به خصوص در دنیای امروز که همه جنبه های رشد زندگی انسان ها دگرگون شده، مادر و پدر ضرورت دارند که بیاموزند چگونه با کودکشون ارتباط برقرار کنند تا اینکه رشد روانی عاطفی اونها دچار خدشه و نابهنجاری و اختلال نشه. خیلی متشکرم برای مقدمه توضیحی که در این مورد این برنامه می‌خواستیم بدیم. بسیار صحبت جالبی کردین. من سوالاتی از شما دارم که پس از اینکه چند پیام رو شنیدیم و تماشا کردیم، دو مرتبه به استودیو برمیگردیم و من سوالات رو با شما در میان می‌ذارم. خواهش می‌کنم. نوروز امسال با تکرار نشدنی ها، عید 1371 با جانشین ناپذیرها، یک شنبه 22 مارچ، سلامی بر آغاز، سلامی بر نوروز با اولین ها، فرامرز اصلانی، نوشافرین، اجدا پکن، شهداد روحانی با ارکستر 60 نفره همراه با کمبیز گوگوش، گروه جهانی اردشیر فرح و استراوس و بلک کتس. عید امسال جایگاه جهانی هنر شراین ادیتوریوم میزبان ایرانیان و شخصیت‌های برجسته آمریکایی در شوی نیم میلیون دلاری ایگل اینترنشنال انترتینمنت خواهد بود. فروش بلیت در تیکت ماستر، می کمپانی و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات کد 310-474-7274. برنامه از ایگل اینترنشنال انترتینمنت. صدای فصل است، امیر آرام میخواهد هفته هر روز هفته حکمت در اینه مومن دوستی فکر من اینه لب بسته یه گم گشته تو بازار دلا با هم دلا بودی ما رو ندیدی. آلبوم هفته از همکنون در سراسر آمریکا و اروپا، تولید و پخش از پارس ویدیو. تیلدا ایدی میدهد. تیلدا خوبترین برنج باسماتی دنیا شوید صدف به شما ایدی میدهد. از امروز تا 13 نوروز در برابر خرید هر کیسه 11 پوندی برنج تیلدا یک بسته شوید اعلای سانسی صدف هدیه بگیرید. داروخانه اوکهرست ارزانتر از تریفتی، سیوان و اکثر داروخانه های دیگر. داروخانه اوکهرست به مدیریت آقای جکمین با دلیوری مجانی. 271-22-88. شهرزاد، آژانس مسافرتی پیشتاز، آژانس مورد اطمینان همگان. آژانس شهرزاد بهترین نرخ پرواز به تهران را در شعبه های خود تقدیم می کند. شهرزاد، دفتر لس آنجلس 657-3000 و دفتر سان دیگو 270-6000.
تکنیک های معجزه آسای دکتر محمود مشکین را باور کنید. استفاده از کلاهگیز و داروهای بی نتیجه برای درمان کمویی و تاسی سر را فراموش کرده و با استفاده از آخرین متدهای پیوند مو و جراحی ترمیمی موهای طبیعی و دائمی خود را بازیابید. عمل در راحت ترین شرایط و بدون بیهوشی انجام می گیرد. دکتر مشکین عضو انجمن جراحان زیبایی آمریکا، متخصص جراحی و ترمیم موی سر. تلفن لس آنجلس 213-788-3933، در اورنج کانتی 714-723-0444. برای عزیزان خود زیباترین کارت تبریک نوروزی را بفرستید. در طرح‌های مختلف کاری از مهندس علی سهرابی، در کلیه فروشگاه‌های ایرانی. تلفن مرکز پخش کد 714-776-1565. آقا شما که یک بیزینسمن موفق هستید، راز موفقیتتون در چی؟ یک حسابدار خوب و آگاه. فریدون ناوی، حسابداری دلسوز، آگاه و مسلط که شما را در کارتان یاری می‌دهد. 475-2055. نوروز 1371 مبارک. نوروز امسال و سال تحویل را در یک برنامه 10 ساعته روی کانال بین‌المللی KSCI کانال 18 با برنامه‌های شاد و متنوع در کنار شما جشن می‌گیریم. برای پخش تبریکات و پیام‌های بازرگانی خود در این برنامه زنده که همزمان در سراسر آمریکا و جنوب کانادا پخش می‌شود، با تلفن کد 818-340-47-26 تماس می‌گیرید. یعقوب ظروفچی، اوج آوای فولکلور. یک شنبه 15 مارچ در بارکلی تئاتر دانشگاه UCI ایرواین. محل تهیه بلیت، مراکز معتبر ایرانی و گیشه محل نمایش. تلفن اطلاعات 781-9067. بسیار خوب خانم دکتر فرنودی، اگر من درست به خاطر بیارم اولین باری است که چنین آلبومی با چنین مجموعه ای ارائه شده به زبان فارسی. شاید ما به عنوان کسانی که با این کار روانشناسی تا به حال آشنایی نداشتیم، درست ندونیم که این نوار و این سمینار نیمروزه و این مجموعه کلن به درد چه کسانی بیشتر میخوره. ممکنه توضیح بدین در این زمین؟ بله، من در این باره میدونم که هر کسی که با بچه سر و کار داره و هر کسی که در آینده با بچه سر و کار خواهد داشت، مربیان، والدین، حتی اونهایی که فرزندان خودشون رو بزرگ کردند ولی در نقش دوم، یعنی در نقش مادر بزرگ و پدر بزرگ با نواهاشون در ارتباط هستند، لازم هست که دنیای درونی و عاطفی روانی کودکشون رو بشناسن و اون چیزهایی رو که این بچه ها رو از ما جدا میکنه اونها رو در دنیای درونی خودشون فرو میبره و به اونها صدمه میزنه و اونها رو از ما دور میکنه و میرنجونه، به اینها دسترسی داشته باشند و این اطلاعات رو به دست بیارن. بنابراین من سودمندی نوارها رو یا این مجموعه آموزشی رو برای کلیه والدین، والدین بالفعل و والدین بالقوه توصیه میکنم، مضافم به اینکه فکر میکنم مربیان کودکستان ها و مهد کودک ها و کسانی که اصولا به ارتباط به اصطلاح کارشون بستگی داره میتونن از اینها استفاده بکنن. چون مسائل ما ایرانی ها مطرح شد و این نوار هم به فارسی است، به زبان فارسی، در پشت ذهن شما یا اصولا آگاهانه به مسائل مهاجرت ایرانیان مهاجر هم توجه کردید در این محیط؟ یا یعنی منظورم اینه که اختصاصا کسانی که اینجا هستند با مسائل بچه‌ها و آموزش و تربیت بچه‌ها برخورد می‌کنن در محیط مهاجرتی فرق می‌کنه قاعدتا نوع تجربه‌ای که دارن، به این هم توجه شده در این نوار؟ من فکر می‌کنم که چه در این نوارها که یک به اصطلاح از انتشارات شفاهی مؤسسه روان به هست و چه در
فلسفه درمانی ما که روزمره با مراجعینمون سر کار داریم و چه در سمینارهایی که متخصصین مرکز روان به ارائه میکنن، خود به خود این حساسیت فرهنگی نهفته است و در پاره ای از این نوارها من به طور آشکار به مسائل کودکان مهاجر بالاخص اشاره ویژه کردم. این نوارها که الان آماده شده آیا در دسترس عموم هست؟ چگونه میشه تهیهش بکنه این نوارها؟ بله، حقیقت این نوار همطوری که آلبومش که جلوی شما هست و بروشورش دست من هست، این نوارها امروز کارش تموم شد در واقع و کمکی که با کمک همگی دوستان که به کارهای فرهنگی علاقه‌مندند و مشوق من بودن و انصافا باید بگم که شهر لس آنجلس شهر خیلی مهربونی با من بوده و مردمش خیلی به من محبت داشتن و این محبت در همه مراحل تولید و تکثیر این نوار و از جمله همین مصاحبه‌ای که شما با من دارید می‌کنید به اصطلاح شامل حال من و مؤسسه ما بوده، امروز تهیه شده و تلفنی داشتم از خانم بهروش از مدرسه ژاندارک و خانم نوشین ثابتی از مؤسسه یانگ استارز که داوطلبانه خواستن که این نوارها رو پخش کنن و فردا در دسترس اونها خواهد بود. مؤسسه خودمون در روانبه از فردا تلفن‌ها رو میگیره و اگر کسانی حاضر نیستن که بیان تا اونجا و نوارها بگیرن، فکر میکنم حدود 3 تا 4 دلار هزینه UPSش هست که نوارها رو به در خونهشون و به آدرسشون بفرستن و در شهرستانها، ببخشید شهرستانها فکر کردم در تهران هستم، در ایالات دیگه و شهرهای دیگه هر کسی که مایل باشه که این نوارها رو توزیع بکنه میتونه با ما تماس بگیره و در خود لس آنجلس هم آقایون و خانمهای پزشکان کودکان، متخصصین زنان و متخصصین خانواده که مایل هستند که این نوارها رو در اختیار مراجعینشون بگذارند میتونن با ما تماس بگیرن و در مطبشون اینها رو توزیع بکنن و در این کار فرهنگی ما رو یاری بکنن. من پیشنهاد میکنم سازمانها و مؤسساتی که علاقمندن که به اعضاشون آموزش بدن و برنامه‌های آموزشی بذارن حتما با شما تماس بگیرن و در یکی از جلسات ماهانه هفتگیشون میتونید این سمینارها رو بگذارید اگر که در خط آموزش هستن و مسائل فرهنگی رو ارج میگذارند. باز هم اونا میتونن با شما تماس بگیرن. شماره تلفن های چند مؤسسه که خانم دکتر فرنودی بهش اشاره کردن رو دوستان الان روی صفحه تلویزیون میبینن. روانبه، مؤسسه روانبه که متعلق به خود خانم دکتر فرنودی و همکارانشون هست، شماره تلفن لس آنجلسش و شماره تلفن های سان دیگو، مدرسه ژاندار که خانم بهروش لطف کردن این نوارها رو پخش میکنن و مؤسسه یانگ استارز که خانم نوشین ثابتی لطف میکنن و این نوارها رو برای کسانی که علاقمند هستن پخش میکنن. یک توضیح اضافی هم بدم مجددا که این نوارها تنها نوار نیستن، بلکه یک سمینار نیمروزه هم با اونها میاد، همراهش خواهد بود و به صورت یک بسته آموزشی هست و من حقیقتا علاقه ندارم کسانی این نوارها رو تهیه بکنن ولی در سمینارهاش نیان، چون نوارها مطالب عمومیه و پایه و بنیاد یک طرز تفکر نوین در شیوه پرورش کودک رو میریزه، ولی در سمینارها من تلاش خواهم کرد که به سوالات موردی و فردی جواب بدم و مسئله بیشتر شکافته بشه. شماره تلفن های ما 1-800-553-57-24 یا 1-800-553 KSCI هست. برای دوستانی که مایلند با خانم دکتر فرنودی صحبت بکنن، بعد از چند پیام برمیگردیم به استودیو و به صحبت شما گوش میدیم. خواهش میکنم.